خواجه نصیر دانشکده شیمی هستند، تخصصشون کامپلکس سیستما هست و افتخار دادن که امروز در خدمتشون هستیم. عنوان سمینارشون هست Life, Time and Anticipation in the Context of Complex System Theory. امیدواریم که سمینار خوبی داشته باشن. ما اینجا رو خاموش کردیم که شاید اسلایدها بهتر دیده شه، ولی اگر ایشون رو تخته نوشتن و دیدیم مشکل هست تو ضبط، چراغ رو روشن میکنیم. گفتم قبلش یه توضیح بدم. ساعت 10:30 سمینار شروع میشه تا 11:05 و 10 دقیقه هم برای پرسش و پاسخ تا بریک بعدی. در خدمتشون هستیم. با عرض سلام و احترام خدمت اساتید برجسته، دانشجویان گرامی، مهمانان عزیز، از اینکه منو تحمل میکنید از شما سپاسگزار هستم. منو میبخشید که به علت مشکلات جسمی که دارم زیاد سرپا نمیتونم بشینم و اگر میشینم که باید بایستم از شما پوزش میطلبم. من شیمیست هستم با تخصص شیمی فیزیک و چندین سالی است که درگیر سیستم‌های پیچیده شدم و میگن که وقتی وارد سیستم‌های پیچیده میشی مواظب باش پرپلکس نشی، چون قاطی میکنی. در هر حال از آقای دکتر یزدان عسکری بسیار سپاسگزارم که این جمع همدل رو به وجود آورده و راجع به 5 موضوع در 50 دقیقه باید صحبت بکنم، چون حیات امر پیچیده است. پرداختن به امر پیچیده نیازمند اندیشه پیچیده است. ولی به راستی پیچیدگی چیست؟ سخت است؟ که هست. قامز است؟ که هست. ولی بیش از آن است. اگر بیش از آن است چیست؟ ببینیم چیست. چجوری اسلایدش میشه از یزدان جان؟ نکس اسلایدی بزن. خب ببینید، اگر هم نشود اصلا مهم نیست. چراغا رو هم خاموش کنن، اینو هم نباشه من میتونم حرفام بزنم. ما نسل جدید نیستیم که وابسته به دیوایس لپتاپ و نمیدونم اینا باشیم. ما قدیمی های پر حرف هستیم. شرودینگر، What's life؟ ولی یه نکته مهمه. What is life؟ In the context of physics. شرودینگر میگه که قوانین فیزیکی لایف چیه؟ از فیزیک داره صحبت میکنه. از فیزیک داره صحبت میکنه. اینم به طور خلاصه من بگم که شرودینگر از دست فاشیستا در رفت رفت برلین. چیز کجا بود؟ دوبلین، ترینیتی کالج، 1942. یه سریز آف لکچرز داشت راجع به لایف. موضوع چی بود؟ اونجا که رفت شرودینگر، پدرش فیزیولوژیست بود، کتاب خونه پدرش که فیزیولوژیست بود در اختیار شرودینگر بود، رفت و اینا نگاه کرد. بعد به اینجا رسید که این حیات چیه. خب یه چیزایی گفت تو لکچرها و اینا که بعدا تو روزنامه تایمز و اینا اومد و بهترین دستاوردی که این بازی رو شروع کرد شرودینگر این بود که میگفتش که یه اطلاعاتی هست بعد نسل به نسل انتقال پیدا کنه که در 1965 منجر به ظهور دی ان ای و اینا شد در کمبریج، که در هر حال بر مبنای دی ان ای میگفتن لایف ایز سافت‌ویر. و وقتی گفتن لایف ایز سافت‌ویر، بعد تورینگ اومد اینا رو از زبان کامپیوتری گفت که اینها چیه و تورینگ ماشین رو به وجود آورد. اما کانتکس فیزیک چیه؟ منظور چیه؟ من برای که بگم کانتکس فیزیک چیه، کانتکس بیولوژی چیه، این کانتکس چیه، اون کانتکس چیه، خلاصه
What's paradigm? Paradigm چیست؟ Paradigm رو من می نویسم Pattern of thought. من نمیدونم پترن رو چی ترجمه میکنن، میگن الگو، نقشه، من نمیتونم راستش. پترن ایز پترن، پترن ایز پترن. خب یعنی چی پترن آف تاوت؟ اگه بخوام فلسفیش نکنم ساینتیفیکش بکنم، مینویسم مایندست. مایندست چون میگم مایندست، میگم ست، از ست تئوری میتونم تعریفش کنم. ست تئوری اگه بیام بنویسم، مینویسم سابجکتیو، ابجکتیو و البته تایم، که من فعلا وارد این نمیشم. مجموعه سابجکتیو و ابجکتیو که میاد مدلینگ شما رو میسازه، و مدلینگ شما در یک کانتکسی به شما جواب میده. بنابراین ساینتیست که من ساینتیستم، ساینتیستم نمیدونم به فارسیش راستش چی میشه، ولی دانشمند نمیشه، چون من دانشمند جدا نیستم. دانشور میگن، من نمیدونم چی. جان راوال تجربی، چشم ولی راوال تجربی نیست عزیزم. حالا شما میفرمایید، من بلد نیستم، ضعف خودم رو اعلام کنم. ببینید یه مدل خیلی ساده که ما الکترون رو همه خوندیم توی دبیرستان. جی جی تامسون رفت برش الکترون رو برداشت آوردش تو آزمایش کاتودیکش و تو الکترون. خب الکترون ها اتم رو چجوری تشکیل میدند؟ شد ساختمان اتمی. خب اگر شد ساختمان اتمی، خب ما اومدیم میگیم که الکترون اگر یه ذره بارداری دور هسته داره میچرخه، مطابق فیزیک نیوتونی ذره باردار در حال حرکت انرژی از دست میده، میفته رو هسته، پس کار نمیکنه. اومد پاستولای خودشو داد، گفت الکترون ها در مدارهایی که در حال حرکتند همواره دارای انرژی ثابت هستند. بدون اینکه خودش بدونه، اولین گام پارادایم کوانتومی رو بنا نهاد. پارادایم نیوتونی دیگر برای الکترون پاسخگو نیست. چنانچه پریگوژین در ادامه در 1977 که برای سیستم‌های دیسیپیتیو که عرض خواهم کرد جایزه نوبل گرفت، اومد گفت چون نیوتن، فیزیک نیوتنی که به فلسفه هم رعایت کرده بود، سیستم دترمینیست پردیکتیبل، همه چی رو اینجوری میگفتند. بعد پریگوژین در 1977 گفت نیوتن، تو انسان بسیار بزرگی هستی، ولی خرد تو جاری نیست در سراسر گیتی، در بعضی جهات اینطوری هست. بنابراین ما یه پارادایم نیوتنی داریم با که مثلا انرژی پیوسته است. در پارادایم نیوتنی ما ثابت‌های کیهانی نداریم. قوانین نیوتن، ثابت‌های کیهانیش کجاست؟ آنچه که از ثابت‌های کیهانی میاد از پارادایم کوانتوم مکانیک میاد. یعنی چی پارادایم کوانتوم مکانیک؟ یعنی به سادگی میتوان نوشت ای مساوی است با اچ نو، انرژی فرکانس. خب ما میگیم که این چیه؟ درس میدادن به ما این که یه عدد ثابته و یه ضریب دیگه. ضریبه یعنی چی؟ یعنی یک مساوی است با مثلا آ ایکس، خب این به این رابطه، این با این داره، خب این هم ثابته. خب سوات نخیر، از دنیای کوانتوم مکانیک میاد. بدون اینکه ما درس بدن، ای مساویس با اچ نو، اچ داره از جهان کوانتوم مکانیک صحبت میکنه. جهان کوانتوم مکانیک در فیزیک نیوتونی نیست، در دو پارادایم متفاوت. یا مثلا ما می نویسیم ای مساوی هست با ام سی دو، خب سو وات، هم ارزی جرم انرژی، بله اوکی، سرعت سیر نور دیگه. بله سرعت سیر نور هست، ولی از نسبیت اینشتین داره میاد. نسبیت اینشتین که تو نسبیت اینشتین میاد لیمیتیشن برای سرعت پارتیکل میذاره. 30 سال طول کشید تا اون چیزایی که تو دانشگاه مدرسه خونده بودم معلومش فهمیدم. پارادایم میگه.
حالا لایف رو در کدامین پارادایم باید بگیم؟ پترن آف تاوت، پترن آف تاوت. آیا بیولوژی که میره لایف رو تعریف کنه پارادایم خودش رو نمیخواد؟ پارادایم خودش رو میخواد. پارادایم بیولوژی فرق میکنه. پس این شد پارادایم به زبان ساده، که البته پارادایم و فیلسوف های متفاوت تعریف کردن، فوکو تعریف کرده، نمیدونم اینا اونا تعریف کردن. ولی یه چیز جالب هست، ما پارادایم رو میسازیم و سپس اسیرش میشویم بدون آنکه بدانیم. اینشتن هم میگه We cannot solve problems at the level of thinking at which they were created. ما نمیتونیم مشکلات علمی رو در پارادایمی که اون پارادایم خود این مشکل علمی رو برای ما به وجود آورده حل کنیم. ما در پارادایم نیوتونی قادر نیستیم ذره کوچکی مثل الکترون رو بیایم انرژیش رو تعیین بکنیم. چنین چیزی به قول پوارو سپو پسیبل نمیشه همچین کاری کرد. ما باید چارچوب، اینجاست که میگم in the context of complex system theory، اون کانتکس پارادایم منو داره میگه. بله، نه این که من بگم که فرض کنید تو لایف یه جاش نمیشه قوانین نیوتونی رو اپلای کرد. میشه اپلای کرد. دکتر ارتوپد همین قوانین ساده فیزیک نیوتونی رو داره نمیدونم استخونا رو جراحی میکنه. خب حالا چه تفاوتی وجود داره بین پارادایم فیزیک، پارادایم نیوتونی و فیزیک کلاسیک و پارادایم بایو که میاد به لایف؟ اینجاست که من وارد سیستم پیچیده میشم. حالا What is complex system؟ پارادایم رو که گفتم. خب حالا اینا باشه، حالا اینا اومده من میگم. بولتزمن داروین انتروپی دیسوردر، حیات ارگانیزیشن. ارگانیزیشن که یعنی در واقع اوردر، ارگانیزیشن یعنی اوردر. بولتزمن دیسوردر کی درست میگوید خواهیم دید. ولی یه نکته که یه فاتحه هم برای خدا بیامرز بولتزمن بگیم. بولتزمن اومد گفت بابا این دیستریبیوشن ها، ببینید بولتزمن کی داره حرف میزنه، قبل از اینکه ساختمان اتمی مشخص بشه. بولتزمن گفت دیستریبیوشن داره، ما هنوز ساختمان اتمی نمیدونیم چیه. و جالبه بولتزمن برای ذراتی میاد دیستریبیوشن استاتیستیک مینویسه، اسم ذراتشو میگه کامپلکسیون. واقعا من حیرت کردم، بعضی این دانشمندان چنان عظمتی دارن که واژه هایی به کار میبرن که قرن ها شاید سال ها طول میکشه که ما ببینیم کله اینا چی بوده. میگه کامپلکسیون، من نمیدونم کجا به کامپلکسیون رسید، من در هیچ کتاب اینو ندیدم. میاد دیستریبیوشن مینی مثل ریاضیدان ها حرفشو قبول میکنند، فیزیکدان ها حرفشو قبول نمیکنند. آدم های پایونیر هم همیشه دپرسن دیگه، چون هیچ حرفشون قبول نمیکنه. ساینتیست ها میرن خودکشی میکنن، فلاسفه هم دیوونه میشن، هنرمند ها هم اووردوز میشن. So far so good. مالا هستم من خودکشی نمیخوام بکنم، خیلی هم خوب زندگی. حالا رفت و چو کشت بولتزمن برای انتروپی و سنگ قبرش در اتریش روی سنگ قبر نوشتن S مساوی هست با K LN اومگا انتروپی. دیگه هر محصلی هم میدونه انتروپی چیه، هرچند نمیدونه. بگذاریم خودشو گوشت داروین هم که حالا هست. حالا بریم جلو کامپلکس سیستمز. آها مثل که من اینجا میام یه دوست داره منو خودش میپره. خب هاکینز میگه که قرن آینده قرن کامپلکسیتیه. درست درست درست. حالا این کامپلکسیتیه چیه؟ حالا کامپلکسیتیه چیه؟ چون بیدن مرزیت میکنه همیشه من میدونه این چیزا. آها اوکی خیلی خوب، این هم که گفتم نیوتن پریگوژین from predictability. خیلی جالبه
پردیکتیبلیتی. نیوتن پردیکتیبل. اینجا تو غزه 100 کیلومتر مثلا سرعت ماشین هم من 100 کیلومتر و یه ساعت دیگه میرسم. خب شیر یا خط بریم چی میشه؟ هی هوا رو هی مسخره میکنن هواشناسا، میگه بارون اومد، آفتاب شد، آفتاب شد، بارون اومد. بابا جان مدل آنپردیکتیبله، نیوتنی نیست، نان لینیر، پردیکتیبل نیست. در سال 1990 مرگ پوینکاره است، ریاضیدان برجسته‌ای که نان لینیر رو به وجود آورد. پادشاه سوئد اومد گفت اگر کسی تراژکتوری این زمین و ماه و اینا رو پیدا کنه، پردیکت کنه، من جایزه بشم. ریاضیدان ها نشستن به کار کردند. پوینکاره اومد معادلاتش رو که نمیشه دید آنپردیکتبل، نمیشه. رو پیپرش رو داد پادشاه، برنده شد. و پوینکاره بنیان نان لینیر فنومنا رو گذاشت. نان لینیر فنومنا، این سهام و بورس رو میبینی میپره بالا میپره پایین، میپره بالا میپره پایین، لایف هم اینجوریه، unpredictable. بعد این دانشمندام که گدا گشنن مثل من البته با شما ثروتمندی، پادشاه سوئد اومد به پوینکاره گفت تو بیا این شاهزاده ما رو ریاضی درس بده. اونم گفت باش. رفت استوکهلم، معلم خصوصی شاهزاده شد. استوکهلم هواش خیلی سرده، پوینکاره برونشیت گرفت مرد. حالا در سیستم های کامپلکس این خیلی مسئله مهمیه. The whole why is the whole more than some of the parts. ببینید اجازه بدید، میگه کل بزرگتر از اجزای. البته جمله صحیحش اینه که کل با مجموعه اجزا فرق میکنه. من مینویسم دو و علاوه دو میشه چهار. اوکی. این ریاضیات ابسترکه. اوکی اوکی. این متمتیک ابسترکه. من دو سیسی الکل رو با دو سیسی آب قاطی کردم، حجم محلولش رو 3.9 هم اینجوری نیست. این کل که البته اینا تو درس های شیمی فیزیک پارشال مال کوانتیتیز درس میدیم، مهم نیست اینجا دیتیلش. is different. whole is different. life مجموع قلب و کلیه و معده و روده و سلول و so and life is something else, parts is something else. نه این یه چیز دیگه است. whole is different with more. این چیزی است که whole is different with more. خب بله اینطوریه و ما اشتباهات زیادی در تفسیر قضایا داریم. ببینید من می‌نویسم H2O، میگن آبه، هیچ هم آب نیست. چون که آبه، آب نیستی، این مونواکسید هیدروژنه، آب اینه. کجا H2O خاصیت ویسکوزیته داره؟ یه مولکول ویسکوزه؟ یعنی چی؟ نقطه جوش داره؟ هم چیزی نیست. و کار مسخره تری که در کتاب‌های آموزشی به کرات دیده می‌شود، یه جدول مندلیف درست کردم، عناصری دور اینجوریان یه دور اینجوریان، بعد جیوه این شکلیه، آهن اون شکلیه، طلا اون شکلیه. بابا این جدول اتم‌ها رو داره میگه، اونی که جیوه این شکلیه، طلا اون شکلیه، مس اون شکلیه، بالکه این بالکه
با اتم، یه اتم چی کاره است؟ هیچ. خصلت هدایت الکتریکی داره نداره. کی میگه همچین داره؟ هول کامپلکس سیستمز به هول نگاه میکنه. به هول نگاه کردن متفاوت است با اندیشه نیوتونی فیزیک کلاسیک ریداکشنیسم. در فیزیک ریداکشنیسم میگیم چی؟ میگیم این ساعت بند است. خب میزنم میشکنمش، این تا قطعه میشه، بعد این تا قطعه رو میشسمونم به هم دیگه، بعد میشه ساعت. این ریداکشنیسمه. لایف اینجوریه؟ نه، لایف اینجوری نیست. لایف هوله. خب اگر هوله چجوری ظاهر شده؟ توجه کنید، یه واژه‌ای داریم میگن emergent property. emergent property emergent میشه، ایمرجنت میشه شما ظهور. تو فارسی لغتی که من خوشم بیاد ندیدم، ظهور. ولی مسئله سرش چیه؟ ببینید، از نگاه های مختلف فلسفی و آنتروپولوژیست و نگاه های مختلف میگن اگر ثابت های کیهانی به اندازه اپسیلونی تغییر میکرد، لایف بر روی زمین نبود. بنابراین ابر و باد و مه و خورشید و فلک، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند تا تو نانی به دست آوری و غفلت نخوری. حیرت انگیز کار کرده سعدی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک، هولنس رو نگاه کن. هولنس شما نگاه کنید چه کرده. ابر و باد و مه و... ریداکشنیسم نرفته. ما برای لایف نمیتونیم ریداکشنیسم بریم، هرچند که سیستم کامپلکس رو باید ریدیوس بکنیم تا بتونیم مدل کنیم. ولی چقدر ریدیوس کنیم؟ به قول اینشتین میگه make it as simple as possible but not simpler. هر چقدر نگاه جامع‌تر، دستاوردها بزرگتر. این ایمرجنت. حالا یه متولد شده، ژنتیک پترنش مال پدر مادرشه یا مال پدر بدر و پدر بزرگ و مادر بزرگشه؟ پدر 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 بزرگ، مادر 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 بزرگ، دو به توان این جنریشن که ریاضیدان‌ها دارن این کار رو میکنن که این پترن ژنومه از کجا اومده، این ژنوم چیه. emergent property، emergent property. اگه من یه چیز خوبی میخوام داشته باشم، برای باید برم شرایط emergeش رو فراهم کنم. این سلامتی یک emerge. به تعریف بهداشت جهانی توجه کنید برای سلامتی. میگه هر چیزی ارگانیزم و مایند رو آسیب میرسونه. میشه همه چی؟ شامش. ببینید هلت هولنس میاد، بهداشت از ریدیوسیتی میاد. هلت ارگانیزیشن میگه سازمان سلامت جهانی سازمان بهداشت جهانی نیست. کی میگه سازمان بهداشته؟ اولا انگلیسیشون ضعیف بوده و اشتا نمیشتن بهداشت، ما سلامتیه. ما به نیروگاه برق میگیم پاور پلانت، ما نیرو تولید میکنیم. این انرژیگاهه. پاور پلنت یعنی چی؟ این انرژی پلنه. پاور ما تولید میکنیم. بنابراین کامپلکس سیستم ها هول is different with more و خصلتشون emergent و به هولنس نگاه میکنه که هولنس کاملا مغایر فیزیک نیوتونیه که ریداکشنیسم حرکت. خب حالا توجه کنید، اون چیز من کجاست سادی از دانجا؟ اسلین پایپ چیز لیزر، لیزر. آها خب میام اینجا ما یک کار داریم. ببینید
اینه بهش میگن بنارد. همیشه کار بدی من میکنم، بلد نیستم من اینا رو. بیا عزیزم بیا، اینو میگیم بنارد سل. من یه فیزیک ساده شو میگم تا اینو ببرمش توی لایف. اوکی اوکی، ببینید خیلی ساده، یه ظرف دارید عمقش کمی، یه ظرف دارید عمقش کمی، از پایین حرارت میدیم از بالا سرد میکنیم. اینجا توی پتری دیشی، سیمولیشنش هم میتونید تو گوگل سرچ کنید، خیلی ساده است. پس چی دارم؟ گرما سرما. ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید این حرارت رو بر گرادیانت دما نوشته. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید از چجور روشنش کنم؟ ببینید از اینجا من میام به اینجا، اول اینجوریه، این پیکان زمانه، اول اینجوریه، بعد اینجوریه، بعد اینجوریه، بعد اینجوریه. خب بذار ببینم بعدیش هم بزنم ببینم چی داره. پس از مدتی در روی سطح محلول پترن ایجاد میشه. ببینید مثال میزنیم، یه حوض آب داریم، شما اون گوشه حوض محیطو میندازی تو آب، اونم میندازه اینجا، اونم میندازه، منم میندازم اینجا، بعد از 3 دقیقه ماهی ها دور هم جمع شدن. پس دیس اردر ها اومدن اردر شدند. اینا همیشه شب عید که میری تو ماهی میندازی توی اون پاندا، تو اون چیزای مثلا ماهی میبینی بعد از چند دقیقه دوید رفت پیش اون. چه اتفاقی شده؟ در واقع پس از مدتی، پس از مدتی زر اینه نمیخوا بیا، من دو دیوایس دوست ندارم و حرفم بلش ببین، من کاری ندارم، اصلا کاری ندارم. ببین با گچ و تخته ببینی چقدر دوست دارم. خب ببین همینجا الان من می‌نویسم، هیچ مشکلی نیست. ببین یه ذره اینجا دارم، ببین اینجا اصلا اینجوری می‌نویسم آ ب س د. این چیه؟ disorder. اوکی؟ پس از مدتی شد بوک، A B C D شد بوک، شد A B C D. اوکی؟ پس چی شد؟ disorder رفت به order، که این order یه پترنه. order out of disorder، مثل که توی اسلاید بعدی، order out of disorder، کتاب پریگوژینه، order out of disorder. چجوری از disorder اومد به order؟ متعاد حال چند تا درس دیگه داره اینجا، همین بنارد سله، اونم میگم حالا چند تا درس داره. یک، چند تا درس داره؟ یک، اوپن سیستم. اوکی؟ اوپنه دیگه، دارید شما هیت میدید، سردش میکنید. ما در تعریف سیستم ها که میگیم توجه کنید، ما میگیم سیستمز بخشی از محیط که قابل مطالعه است. سیستم با محیط اینتراکشنش چیه؟ matter energy. خب شما انوایرمنت منید، من انوایرمنت شما، من و شما کجا exchange of matter and energy داریم؟ همچه چیزی نیست. سیستم اوپن غیر از اینها exchange of information.
exchange of information. پس داره با محیط exchange of information انجام میده. و چون داره با محیط exchange of information انجام میده، هم خودش تغییر میکنه هم environment. لایف اینجوریه. شما این سنگر بذاری اینجا 100 سال دیگه هم environmentش تغییر نکرده، ولی لایف تغییر کرد. حالا من دوست دارم، خب یه لایف داریم یه نان لایف داریم، واضح. یه ذره من میام کامپلکسش میکنم که نمیشه به اینجا زیاد پرداخت. یه هیومن لایف داریم، یه نان هیومن لایف داریم. همونطور که لایف پیچیده است، خود هیومن لایف پیچیدگی هایی داره که نان هیومن لایف نداره. حالا این شد پترن آف اینفورم، پترن آف تاوت این جنریت کردم در بنارتس. خب این که یه سیستم فیزیکیه. حالا ببینید مسئله، میایم تو شیمی، چون اگه بیایم تو شیمی میتونیم به حیات نزدیک بشیم. اگه بیایم تو شیمی به حیات نزدیک میشیم. اسلاید اول یا بشر اول، بشر اول یه موادی توشه، مهم نیست موادش، یه ABC ریختیم رو هم. البته اینا انیمیشن های خیلی قشنگیه. شد آبی، شد اون یکی، شد این یکی، شد این یکی، شد این یکی، باز بر میگرده. یا به عبارتی قرمز، آبی، سبز، اصلا همچی چیزی میشه تو ترمودینامیک کلاسیک؟ نمیشه تو ترمودینامیک کلاسیک. نمیشه. ترمودینامیک کلاسیک میگه چی؟ برای اینکه شما ببینید اینجا در واقع من اگر بیام بنویسم غلظت قرمز، سبز، آبی، اینها نسبت به زمان دارن تغییر میکنند، در حالی که من انتظار دارم در سیستم کلاسیک تعادلی یه نقطه است، یعنی اکویلیبریومه. اکویلیبریوم یعنی چی؟ یعنی استیت متر نسبت به زمان تغییر نکرده، در حالی که اینجا داره میگه تغییر میکنه. ترمودینامیک کلاسیک نمیتونه چنین جوابی رو بده. ببینید یه مثال بزنم، چه بدید؟ ببینید مثال بزنیم. خیلی مسئله مهمیه. ببینید ترمودینامیک کلاسیک میگه چی؟ میگه آ میده ب، یه ثابت تعادل مینویسی، مینویسی ب تقسیم بر آ، تمام. حالا میتونه واکنش پیچیده باشه، doesn't matter، هر چی میتونه باشه، آنزیم باشه، هر چی، ولی این اوسیلیت داره میکنه. ما اوسیلیت نمیکنیم، بیدار میشیم میخوام، بیدار میشیم میخوام، گشنمون میشه، تشنمون میشه. سیکل های متفاوتی ما داریم در بدن که اینها دارن اوسیلیت میکنند، که این اوسیلیشن با ترمودینامیک کلاسیک جواب نمیده. با چه چرا؟ برای اینکه ترمودینامیک کلاسیک در اکویلیبریوم استیت، در حالی که بنارد سل به ما میگه نان اکویلیبریوم استیت هست. این نان اکویلیبریومه، نان اکویلیبریومه که تایم معنی دارد. اگر نان اکویلیبریوم نباشد تایم بی معنی است. مثال میزنیم. ببینید سوال میزنیم، ببینید خیلی مثال ساده، بسیار مثال ساده. ببینید اینجا میزنم این دو،
اینجا میزنم H2. اوکی. سیمپل. پارتیشن رو برم دارم. میشه H2. والا بلا. بس اینجوری باشه. اینجوریش میکنم. پس از مدتی هموژن میشن. با مطابق قانون بولتزمن یکسان میشن. من اینجا اگه بزنم T1 مساویس با 0، اینجا رو بزنم T2 مساویس با 2 ثانیه به اینجا میرسه. اگه T رو بزنم مساویس با 3 ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه، 100 ثانیه، 1 قرن، اتفاقی نمیفته. پس arrow of time یه مدلش. حالا اگر استیت من در زمان T3، T4، T5، T6 یکسانه، پس مرده. پس اکویلیبریوم استیت از دد استیت. نوار قلب صاف شد. اکویلیبریوم استیت از دد استیت. در نان اکویلیبریومه که تایم معنی داره. و اتفاقا یه چیزی هست تو کامپلکس سیستم، میگن رد کوین افکت. رد کوین افکت میگه که اگر میخوای تعادل خودتو حفظ کنی باید بدوی. من که سر پام نمیتونم واسم برم مثلا روی تردمیلم بدوم. پس منظور چیه؟ منظور اینه که اگر این زمانه هستی دینامیک اگه زیر پای من داره میدوه، خب منم حد بودم دیگه. خب منم اگه اینجا قرار اگه من قرار بود یه ترد میل سخنرانی بکنم، خب منم این بعد میدویدم. داره پروسس رو میگه، داره پروسس لایف رو میگه. بنابراین امروز میگیم چی؟ پروسس اند ریالیتی. پروسس اند ریالیتی. ما ریالیتی رو در پروسس باید بدونیم. البته من این چیزایی که به لایف میگم از دیدگاه خودمه، اگر نه لایف جواب نداره، من نمیدونم لایف چیه، هزار جورم صحبت میکنن. بنابراین ایمرج شد تایم داره، نان اکویلیبریوم، اینفورمیشن اکسچنج داره و نان اکویلیبریوم قضایای ترمودینامیک، انرژی، اپتیمایزیشن، همه این قوانین اونجا فرق میکنه. به خاطر اینه که ما تو بیولوژی گیر کردیم که هنوز نمیدونیم بایو رو چجور قانون بند کنیم، برای که ما هنوز نان اکویلیبریوم ترمودینامیک هنوز به مسائل خودش نرسیده که بیاد به یه دستاورد بزرگی برسه که من بیام اپلایش بکنم تو بایو. نه که فیزیک نداره، فیزیک داره، خیلی قدیمی تر از اینه که من بهش برسم، جلوتر از این است که من بهش برسم. خب حالا اینها اینجا نگاه میکنم، اینا رو اگه تو هم بریزیم رنگ، امواجی ظاهر میشه به این شکل. پاتر ظاهر شد. خیلی ساده است، امواج مغزی پاتر نیست، هست. امواج قلبی پاتر دیگه. کاردیولوژیست بر مبنای اون پترنه میاد میگه تو حالت خوبه، حملت بده، چی پتر. بنابراین نان اکویلیبریوم استیت پتر ایجاد کرد. لایف از ایمرجد فرام نان اکویلیبریوم استیت اند ا پترن اف لایف از جنریتد. لایف پتر جنریشنه و پاترن ریکوگنیشن، پاترن جنریشن، پاترن ریکوگنیشن. بچه رو ببینید، اول مادرش رو میشناسه، اسمش هم نمیدونه. و جالبه در تمام زبان‌های دنیا همه بچه‌ها به مادرشون میگن مادر، حالا مامی، مادر، ولی همش یکیه. یه ذره چیزش فرق میکنه، پرونانسیشنش فرق میکنه، همش یکی. این لایف. حالا میرم جلو. خب حالا میام سر تایم، حالا میام سر تایم. عرض به حضورتون که
اینشتین میگه تایم ایز ایلوژن، تایمی وجود نداره. اینم بگم یه فلش بک گذشته بزنم که چون قانون دوم ترمودینامیک و تایم همواره پیکان از گذشته به حال به آینده است، قوانین فیزیک کلاسیک و قوانین کوانتوم مکانیک تایم ریورسال هستند. یعنی اگه تی به منهای تی تبدیل بشه جواب معادلات فرق نمی کنه، ولی لایف به عقب بر نمی گرده. پس این ماشین زمان و اینها داستانهای فیزیکی ربطی به بایو نداره، هیچ ربطی به بایو نداره. که یه چیزایی هم حتما شنیدید از نظر فیلسوف انگلیسی گفت که اگر ماشین زمانی بود من مثلا 400 سال پیش برمیگشتم، بعد میدیدم پدر بزرگم که یه جوونیه نشسته لب جوی آب، بعد میگفتم پدر بزرگ سلام، بعد به من میگفت بچه چرا من مسخره میکنی، من 18 ساله چجوری میتونم پدر بزرگ تو باشم؟ خب من اگه برم اونو میکشتم خودم چی میشدم؟ حالا اینا افسانه سرایی هستش. حالا ولی تایم ایلوژنه. تایم ایز نوشن. نوشن من نمیدونم به فارسی چی بگم. تایم ایز نوشن. نوشن سمبول. مثلا خب مثل انتروپی، ما کجا انتروپی اندازه گیری میکنیم؟ ما دی کیو به تی اندازه گیری میکنیم، ما انتروپی اندازه گیری میکنیم، ما یه چیز دیگه اندازه گیری میکنیم اسمشو میذاریم یه چیز دیگه. من برای اینکه چیز رو اندازه گیری کنم، میجر من، دیوایس میجر من باید یه خصلتی داشته باشد که با خصلتی که من مورد نظرم هست برای اندازه‌گیری بتواند کورلیت کند. خب من اومدم مثلا میگم این کجا تایم رو داره اندازه‌گیری میکنه؟ حالا اینا مثلا الکترونیکه، اون قدیمی ها که ما اینجوری کوک میکردیم، یه فنره دیگه، یه فنر منقبض منبسط میشه، فنر که منقبض منبسط شد بر قانون فنر فیزیک نیوتونی، کجاش تایمه؟ این تایم نیست، این دیوریشنه. دیوریشن is not time, is duration. is not time, is duration. is not time, is duration. duration sequence of events. sequence of events. اما یه ذره میخوام برگردم به گذشته تر. این ماجرای اوسیلیشن کجا اتفاق میفته؟ ببینید یه سیستم پیچیده. پیچیده یعنی نتورک. نتورک هرچی، مغز ترافیک، کامپیوتر. ولی جالبه یکی از پیشیده ترین چیزهای عجیب دنیا که لایف هست خودش هیچی، این لاله گوشه. یعنی نگاه کنید. و یکی از پیچیده ترین انسانهای دانشمند در تاریخ ما ابوریحان بیرونی بوده. یه ذره تو گوگل نگاه کنید اصلا حیرت میکنید است. اما میگن که حالا هر ارگانایزیشنی یک نتورکه، این هم یه ارگانایزیشنه. هر ارگانایزیشنی که یه نتورکه، که نتورک دارای کرکتره، که به هر کرکتر میگن اردر. ببینید بدن ما این تا قلب ریه هرچی فانکشن قلب میگه اردر. استوارت کافمن رودک اردر. حالا این اردرها
یه نتورک برای خودشون درست کردن که میشه توتال نتورک، میشه توتال نتورک میشه لایف. اما با یه مثال ساده تر شاید حل بشه مسئله، که نخوام وارد کئاس تئوری بشم چون اینا رو ما بر مبنای کئاس تئوری میگیم. ببینید، ما میگیم H2O لیکوید، اینجا میذاریم گس، اینجا رو میذاریم سالید. پس اینجا رو میذارم H2O S، اینجا رو میذارم H2O گس. هایلی دیس اوردر، واضحه، هایلی دیس اوردر. اوردر شبکه براوید یونیت سل، اینجا رو میگیم ایج آف کیاس. نه هایلی دیس اوردره، نه هایلی اوردره، ارگانیزیشن اینجا رو خون میده. که اینو میتونم بیارم تو کیاس تئوری که خارج از بحث ماست. نه اوردره، چون اوردر یعنی چی؟ مثلا سالید. خب ببینید، استخونه که انعطاف نداره، مایچه انعطاف داره، مثلا فلز آمورف، شما میگفتیم تو مدرسه آمورفه در واقع بین سالید و گسه، پلاستیسیتی داره. شما میگی برین های پلاستیسیتی های اینتلیجنس، پلاستیسیتی داره. ایج آف کیاس، در ایج آف کیاسه که ارگانیزیشن نان اکولیبریوم ترمودینامیک پترن فورمیشن ایجاد میشه و ترمودینامیکلی سپیکینگ از نان ارگودیک سپیس. حالا بخواد، حالا گفتم اینجا یه چالنجه، در واقع یه چالنجه. خب حالا، خب حالا آقای دکتر وقتم چقدر مونده عزیزم؟ تموم شد. یه دقیقه باش، نمیدونستم تایم چیه. رفتم این آقا رو پیداش کردم، 30 سال کار کردم. این استاد، این روانشناس اتریشی، چی بود اسمش؟ فروید، پدرمون. یه کتابی داشت راجع به کانتینیوتی که تازه 1968 به انگلیسی ترجمه شده بود. من کتاب اینو فرق می‌زدم، یه جمله‌ای رسید به ذهنم: این زمان نیست که می‌گذرد، این ما هستیم که می‌گذرد. اون نمی‌گذرد، من می‌گذرم. من گذر خودم را چگونه تعریف کنم؟ از روی تایم. او می گذرد، من نمی گذرم. در فلسفه یونانی هم داشتیم، یه بار نمیشه در دوبار نمیشه توی رودخونه شنا کرد. خب رودخونه که رفت آبش رفت. خب باز من رفتم شنا کردم. منم کی من مال یه ساعت پیشم. خدا حافظ، متشکرم. Thank you.